مسعود رجوی، پیام به دانشجویان انقلابی و شورشگر در سراسر کشور. وقت اذانی است که هنگامه خشم است. به خامنه ای میگوییم تا دیر نشده تسلیم اراده خلق شود و رخت ببندد. از کرسی و ولایت پایین خزیده و مثل شاه اذعان کند که صدای انقلاب ملت را شنیده است. در 45 روز قیام به رغم حملات وحشیانه پاسداران و بسیجی‌ها به دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها با گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای و جنگی، دانشجویان در ده‌ها دانشگاه در تهران و سراسر کشور دست به تظاهرات و تعصب زدند. پاسداران، بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها شب گذشته به بسیاری از دانشجویان از جمله در دانشگاه آزاد تهران، دانشجویان دانشگاه فنی دختران در سنندج با گاز اشک‌آور و تیراندازی حمله کردند که با مقاومت دانشجویان مواجه شدند. دوشنبه 9 آبان، بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در اعتصاب و تحریم کلاس‌ها و همینطور دعوت از کلیه دانشجویان و اساتید به اعتصاب و اعلام اینکه نشان دهیم دانشگاه زنده است. خبرگزاری حکومتی جهان نیوز خبر از هلاکت 2 از سرکردگان فراجا و سپاه به نام‌های صدبان محسن رضایی و حمزه علی نژاد در ایران شهر و گیلان داد و اعلام کرد که مورد هدف اختشاشگران قرار گرفتند. حسینی معاون رئیسی جلاد: دشمنان و بدخواهان نظام برنامه ریزی گسترده‌ای را در ابعاد مختلف انجام داده و نمی‌خوان آتشی که برافروختن خاموش شود و سونامی رسانه‌ای را راه انداختن. رویترز 8 آبان: وزیر امور خارجه آلمان پس از اظهارات رئیس سپاه پاسداران گفت بسته دیگری از تحریم‌ها را اجرا خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم این موضوع رو که چگونه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم. CNN آمریکا: به رغم هشدارهای سلامی رئیس سپاه پاسداران، دانشجویان به اعتراضات گسترده در دانشگاه کشور ادامه دادند و دانشجویان دانشگاه تهران